فقط خبر. سفر هیئت طالبان به تهران، مذاکره با وزیر خارجه ایران در دستور کار است. افزایش انتقادات کشورهای اروپایی از اختلال در تحویل واکسن کرونا. کمیسیون اروپا صادرات واکسن به خارج از اتحادیه را تحت نظارت قرار می‌دهد. زنگ خطر برای زمین در اولین نشست سازگاری اقلیمی سازمان ملل. حضور آمریکا با دولت جدید امید تازه‌ای ایجاد کرده. 3 2 1 0 ignition and lift off. و پرتاب 140 ماهواره با یک موشک. آیا فضا بیش از اندازه شلوغ شده؟ سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت خارجه افغانستان میگوید از سفر هیئت طالبان به ایران اطلاع داشته و هدف ایران از دعوت این گروه گفتگو درباره آتش‌بس فوری و دستیابی به توافق جامعه صلح در افغانستان است. هیئت طالبان به رهبری ملا برادر آخوند، معاون سیاسی و رئیس دفتر طالبان در قطر، به دعوت رسمی دولت ایران امروز به تهران رفته. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار است این هیئت با مقام‌های ایرانی از جمله وزیر خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدارهایی داشته باشد. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. طالبان این بار مهمان یک همسایه دیگر، ایران پس از پاکستان. دو هفته پس از شروع دور دوم مذاکرات میان دولت و طالبان در قطر، هیئتی از این گروه به رهبری ملا برادر به تهران رفته. این دومین دیدار رسمی ملا برادر با وزیر خارجه ایران است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در توییتر خود نوشته که روابط دو کشور، وضعیت مهاجران افغان و وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه موضوعات مورد بحث در این سفر است. مقامات ایرانی مشخصا گفتند موضوع روند صلح است، روندی که فرصت‌های سیاسی خوبی برای همسایگان مساعد کرده. ایران خواستار ازی است که دوباره در برجام داخل شود با حکومت جو بایدن در امریکا، و با این سفر نشان میده که اگر امریکا میخواهد با طالبان صلح کنه، ایران هم یک همکار مطرح بوده میتانه. تقریبا مثل پاکستان، ایران هم میخواهد که پیش امریکا جایگاه خود داشته باشه در مذاکرات صلح با طالبان. حتما با طالبان ما کار میکنیم، اما این سفر در حالی صورت گرفته که حدود یک ماه قبل جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با تولو نیوز گفت این کشور طالبان را هنوز یک گروه تروریستی می‌داند. در قوانین ما هنوز طالبان را از گروه تروریستی خارج نکردیم. پس هست در قوانین ما، کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده. هرچند در سالهای اخیر انتقادهای داخلی و خارجی علیه ایران به اتهام همکاری با طالبان فراوان بوده، اتهامی که همواره از سوی ایران رد شده. وزارت خارجه افغانستان گفته از سفر هیئت طالبان به ایران باخبر است و این کشور قبلا نظر افغانستان را در این مورد گرفته بوده. در اعلامیه وزارت آمده که ایران در پی تضمین این است که افغانستان پس از منازعه بار دیگر به پایگاه امن تروریستی مبدل نشود. همسایه جنوب شرقی افغانستان، پاکستان، نیز اخیراً در مورد روند صلح این کشور ابراز نظر کرده. وزیر خارجه پاکستان دو روز قبل با همتای افغانش تلفنی درباره کاهش خشونت‌ها صحبت کرده. دولت پاکستان اخیراً از رئیس جمهوری جدید آمریکا نیز خواسته تا روند صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را پیگیری کند. با این حال دور دوم مذاکرات به کندی پیش می‌رود. به گفته سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت، هیئت طالبان در 9 روز گذشته به نشست رسمی حاضر نشدند. به احتمال زیاد به دلیل مشخص نشدن موضع آمریکا در قبال این روند و سرنوشت توافقنامه صلح آمریکا و طالبان. هرچند نامزد وزارت خارجه آمریکا گفته این توافقنامه را بررسی خواهد کرد. کلمت سعادت. حالا آینده مذاکرات میان دولت و طالبان در گرو نتیجه همین بررسی است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
فاطمه امان با ماست، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در واشنگتن. خانم امان، بارها و بارها مقام‌های از افغانستان اعتراض می‌کردن به روابطی که مقام‌های ایرانی با طالبان دارن. این بار اما مشخصاً دولت افغانستان در جریان قرار گرفته. اهمیت این مسئله چه است؟ خب اهمیت ویژش مقطع زمانی خاصی است که الان در اون قرار داریم. البته در گذشته هم سفرهایی که حالا مثلا هیئت طالبان نه ولی افراد طالبان به ایران داشتن، بعضیاش رو جمهوری اسلامی با دولت افغانستان در میون میذاشت. اما تفاوت ویژه این بار این هست که احتمالاً این به اصطلاح روند مقدار شفاف شدن مذاکرات صلح هست. هرچه که تعداد به اصطلاح جوانب بیشتری در این مذاکرات شرکت داشته باشن، طرفهای متفاوتی درگیرش باشن، اساسا این صلح پایدارتر خواهد بود و یه مقداری قابل اعتمادتر. و از این در همین راستا به اصطلاح سفر هیئت طالبان به ایران هم به عقیده من چیز مثبتی ارزیابی میشه، به ویژه اینکه با آگاهی دولت افغانستان صورت گرفته. بسیاری از کارشناسا، از جمله کارشناسی که نسیم در گزارشش با او مصاحبه کرده بود، معتقدند که این سفر به نوعی امتیازگیری ایران هست برای مذاکرات احتمالی و پیش رو با دولت آقای بایدن. چقدر با این شما موافقید؟ احتمالاً افغانستان دیگه نمیشه به اون گروگان گرفته بشه. واقعا دولت ایران، یعنی جمهوری اسلامی، فقط تا یک حد محدودی میتونه افغانستان رو و میلیون ها به اصطلاح مهاجر افغان رو به عنوان اهرم فشار به کار ببره. الان یه مقطعی هست که همه طرف های به اصطلاح که در این روند مشارکت دارن این رو مثبت ارزیابی میکنن و اتفاقا این و به اصطلاح وساطت ایران، مشارکت فعال ایران در جریان روند صلح افغانستان میتونه به برجام کمک بکنه و اساسا هر توافقی که در برجام صورت بگیره الان میتونه به نفع افغانستان تمام بشه. ممنون از شما فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک. چند خبر کوتاه. پیام‌رسان سیگنال میگوید به مقابله با سانسور حکومت ایران ادامه میدهد. اخیراً کاربران و رسانه‌ها از مسدود شدن پیام‌رسان سیگنال در ایران خبر دادند. وبسایت پیوست که اخبار شبکه اینترنت را منتشر می‌کند هم گفته دستور فیلتر کردن سیگنال به اپراتورها ابلاغ شده. سخنگوی قوه قضاییه اما امروز گفته این نهاد هیچ پیام‌رسانی را مسدود نکرده. اخیراً با تغییر قوانین اپلیکیشن واتساپ، شمار کاربران پیام‌رسان سیگنال در ایران و سایر نقاط جهان ناگهان افزایش پیدا کرده. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به اتهام قاچاق ارز به 2 سال زندان، توقیف اموال و جزای نقدی محکوم شده. دادگاه آقای جهانگیری را در قاچاق حدود 600 هزار یورو و بیش از 100 هزار دلار ارز و همچنین تحصیل مال نامشروع مجرم شناخته. آقای جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری و مؤسس بانک گردشگری است و 3 سال پیش از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده بود. در ایران رئیس پلیس آگاهی گفته خاموشی معابر و بزرگراه‌ها باعث شده که سرقت‌ها در دی ماه امسال 18% بیشتر از پارسال شود. محمد قمبری اما گفته بیشتر این دزدی‌ها سرقت‌های خرد بودند. چند هفته پیش تهران و چند شهر دیگر ایران دچار قطع مکرر برق شدند. شرکت توانیر گفته علت این خاموشی‌ها افزایش مصرف خانگی و محدودیت سوخت نیروگاه‌ها بوده. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزبار در مجلس ایران که متهم به سیلی زدن به یک مأمور پلیس است، ویدئویی به عنوان عذرخواهی منتشر کرده، اما در پیام او خبری از عذرخواهی از مأمور پلیس نیست. برخورد آقای عنابستانی با پلیس راهنمایی رانندگی که مانع عبور ماشین او از خط ویژه اتوبوس شده بود، در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی برانگیخته. الان معذرتتون رسیدم واقعا برای اینکه عذرخواهی کنم از تک مردم عزیز کشورم که به هر دلیلی این روزها احساساتشون جریحه دار شد. خب کاملا بدیهیه که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست. ما هم چندی به جز خدمتگزاری مردم و مطیع قانون بودن برای خودمون قائل نیستیم. به همین دلیل هم از سربازی که قانون رو اجرا کرد و مانع از ورود
خودرو ما به خط ویژه شد تشکر میکنم. علی اصغر نابستانی بود. اما عباس صفاری شاعر و مترجم ایرانی در 69 سالگی بر اثر کرونا در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. آقای صفاری با اینکه در آمریکا زندگی می‌کرد از شعرای پرکار و تاثیرگذار بود. او 5 سال پیش تندیس جایزه دهمین دوره کتاب سال خبرنگاران رو به خاطر مجموعه شعر مثل جوهر در آب دریافت کرد. کبریت خیس، دوربین قدیمی و اشعار دیگر و خنده در برف از مجموعه اشعار آقای صفاری هستند. انگار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت بیرون انداختند. راستش حواس من و حوا دربست به رقص ساقه های طلایی گندم بود و نفهمیدیم دعوا بر سر چه و پروردگار ناگهان چرا از کوره در رفتند. بخشی از مصاحبه آقای صفاری بود با برنامه تماشای بی بی سی. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به شرکت‌های سازنده واکسن کرونا هشدار داده که به وعده‌شان در تحویل واکسن عمل کنند. به گفته اورسولا فون وندرلاین، صادرات واکسن به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به دقت زیر نظر گرفته می‌شود. خانم فون وندرلاین گفته که اتحادیه اروپا میلیاردها دلار برای ساخت واکسن هزینه کرده و حالا نوبت سازندگان است که به تعهداتشان عمل کنند. همزمان وزیر بهداشت آلمان هم خواستار محدود شدن صادرات واکسن کرونا از اتحادیه اروپا شد. از مهان قفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد پرسیدم این نگرانی‌ها چقدر در مقابله با ویروس کرونا تاثیرگذار خواهد بود. مهمترین چالش سال 2021 توزیع سریع و عادلانه واکسیناسیون خواهد بود و این هم در واقع جرقه‌های ابتدایی شاید بخشی از همین مشکلاتی هست که ما داریم. فراموش نکنیم خب اتحادیه اروپا جزو اولین در واقع مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا جزو اولین کشورهایی بودن که پیش خرید کردن بسیار از این واکسن ها رو و همین چندی پیش بود که در واقع فایزر بیونتک هم خبر داد که یک تأخیری در ورود بخشی از واکسن دوزهای واکسن به اتحادیه اروپا وجود داره و آکسفورد آسترازنیکا هم الان در واقع 60% اون وعده‌ای که داده بود از 80 میلیون دوز به 31 میلیون دوز تقریبا تا آخر مارس قول داده که به اتحادیه اروپا میرسه. این باعث شده که یک تأخیر قابل ملاحظه‌ای در برنامه واکسیناسیون در اتحادیه اروپا بشه. اون چرا که خود در واقع اتحادیه اروپا در نظر داشت این بود که بتونن شاید 70% از جامعه مسنشون تا آخر ماه آگوست واکسینه بکنن، اما این تأخیر افتاده. ولی به هر حال همونطور که خودتون هم اشاره کردید مشکل واکسیناسیون و مسئله واکسن زدن به افراد یک مشکل جهانی است. هم آقای تدروس رئیس سازمان بهداشت جهانی همین دیروز برای چندمین بار به این مسئله تاکید کرده که ما در لبه یک فاجعه بین المللی خواهیم بود اگر مسائل سیاسی و ناسیونالیستی رو کنار نذاریم و این مسئله رو به عنوان یک مشکل جهانی نگاه کنیم. بشه اگر این پاندمی یک چیز به ما یاد داده باشه همین هستش که ما نمیتونیم با نگاه درونگرا و کوتاه فکرانه در واقع فقط به مشکل یک کشور نگاه بکنیم. میشه برای ما توضیح بدید و برای بینندگان ما که چرا اون نگاه درونگرا و فقط به کشور خودم و جمعیت خودم واکسن بزنم چرا این مؤثر نخواهد بود و چه مشکلی ممکنه در سطح کلانتر به وجود بیاره؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید در کوتاه مدت طبعا خب وقتی شما بتونید هر جامعه رو واکسینه بکنید میتونه از حجمه ای که به بیمارستان ها میره مخصوصا افراد مسلم خب خودداری بکنه، خب این چیز مثبتی هست و هر کشوری دوست داره این کار رو بکنه. اما اگر کمی در واقع نگاه بزرگتر و پهناورتری نسبت به این مسئله داشته باشیم، همین اخباری که ما تقریبا هر روز و هر هفته داریم میشنویم از جهش های متعددی که این ویروس داره در آفریقای جنوبی، برزیل، بریتانیا، اینها در واقع باعث میشه که ویروس جولان پیدا بکنه در یک سطح وسیع تری در جهان و در دراز مدت همین ویروس ها اگر تغییرات عمده‌ای در مکانیزم در واقع بیماریزاییشون ایجاد بشه میتونن از همین واکسن‌های موجود در واقع فرار بکنن و کارایشون رو از دست بدن و دودش در واقع تو چشم همون کشورهایی هم میره که فکر میکنن میتونن در واقع با نگاه درونگرا این رو حل بکنن و در واقع مسئله اصلی هم همین هست. اگر ما نتونیم همگانی واکسیناسیون و کنترل پاندمی رو داشته باشیم موضعی هم این اتفاق رخ نخواهد داد. ماهان قفاری بود، متخصص اپیدمیولوژی. رسیدیم به میانه برنامه، نگاهی دوباره با هم بکنیم به سرخط خبرهای روز. یک هیئت از گروه طالبان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی از جمله وزیر خارجه این کشور امروز وارد تهران شد.
با بالا گرفتن انتقادهای کشورهای اروپایی از اختلال در تحویل واکسن کرونا، کمیسیون اروپا گفته بر صادرات واکسن به خارج از این اتحادیه به دقت نظارت می‌کند. در ادامه این برنامه 3 2 1 0 ignition and lift off. پرتاب بیش از 140 ماهواره به فضا با یک موشک. زنگ خطر برای آینده زندگی روی سیاره زمین بار دیگر به صدا در اومده. از دیروز نشستی مجازی با عنوان سازگاری و مقاومسازی در برابر تغییر اقلیم با حضور رهبران کشورهای مختلف و فعالان جنبش‌های مدنی برپا شده. شرکت دوباره و پررنگ آمریکا در کارزار مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی به این اجلاس حال و هوای دیگه‌ای داده. سیاوش اردلان گزارش میده. بادهای سیاسی تازه‌ای در آمریکا می‌وزد. وزش این بادها دیروز اینجا هم احساس می‌شد، در هلند که میزبان مجازی نشستی است که قرار است به بحران تغییرات اقلیمی بپردازد. درباره خطر گرمتر شدن کره زمین. جان کری آمده بود تا بگوید آمریکا بار دیگر متعهد به نجات زمین است. می‌خواهم با فروتنی تمام به شما بگویم که تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا این سال‌های از دست رفته را جبران کنیم. جبران مافات آمریکا برای سال‌هایی که جان کری می‌گوید با خروج آمریکا از توافق پاریس به هدر رفت. وقتی آمریکا پای کار باشد بقیه هم می آیند. از کشورهای کوچک تا قولهای صنعتی که با تعهدات تازه به میدان آمدند. ما نه تنها به تعهدات خودمون در توافق پاریس عمل می کنیم که از اون هم فراتر می ریم. با تولید 450 گیگاوات برق و کاشت 26 میلیون هکتار اراضی سبز تا سال 2030. مشتی نمونه خروار از سخنرانی های سران کشورهای جهان با این وعده که چرخهای اقتصاد و صنعت را به حرکت درآوردند تا از سوخت فسیلی به عنوان منبع تولید انرژی فاصله بگیرند. مصرف سوختهای فسیلی، نفت، گاز و زغال سنگ موتور محرکه اقتصاد هستند. اما به خاطر انتشار گازهای گلخانه‌ای که طبیعت زمین را به هم می‌زند، بلای جان بشریت شده. نام اجلاس امسال مقاومسازی و سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی است. این نامگذاری بی سابقه است، زیرا اکثر این قبیل اجلاس ها به راه های کم کردن مصرف سوخت فسیلی می پردازد. اما هدف اصلی این اجلاس وجه دیگر این مبارزه بود، کمک به کشورهای آسیب پذیر برای سازگاری و مقاوم سازی خود در برابر خشم طبیعت. علم خیلی روشن به ما میگه در 50 سال گذشته بیش از 10,000 فاجعه طبیعی داشتیم که 3,000 میلیارد دلار هزینه مالی به ما تحمیل کرده، اما سرمایه گذاری ها کم بوده. به عنوان مثال داشتن یک سیستم هشدار قبل از سیل یا خشکسالی میتونه تا 30% از هزینه‌های انسانی و اقتصادی این فجایع کم کنه. بخش بزرگی از کشور پر جمعیت من زیر آب است. برای ما مقاوم سازی در برابر تغییرات اقلیمی یک ضرورت بوده. برای کشورهای دیگر هم باید اینطور باشد و ما حاضریم تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذاریم. کشورهای نیازمند فقط به تجربه احتیاج ندارند، به پول هم احتیاج دارند. طبق توافق پاریس قرار بود سالی 100 میلیارد دلار به صندوقی با هدف مقاوم سازی واریز شود. خیلی از کشورهای نیازمند برای دریافت این پول در صف ایستادند و به سخاوت و همت بیشتری از طرف کشورهای ثروتمند نیاز است. سخاوت و همتی که حالا با بازگشت آمریکا به کارزار نجات زمین انگیزه بیشتری گرفته. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد ناصر کرمی با ما از اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از ترونتهایم نروژ. آقای کرمی، بازگشت آمریکا بعد از 4 سال امیدهایی رو زنده کرده. چقدر واقعا باید امیدوار بود که اون چه که 4 سال پیش در توافق پاریس به دست آمد حالا اجرایی تر بشه؟ خب دو تا اهمیت داره بازگشت آمریکا به این توافق. یکیش دیپلماتیکه، یعنی جبهه جهانی برای مهار گرمایش جهانی رو قطعا تقویت میکنه. نکته بعدم این هست که حالا این چش دوختیم به این ماجرا که آمریکا آیا حاضره، یعنی با این همه شعارهایی که حالا دو آقای بایدن داده بود، یک تعهدات جدیتری رو پیش بگیره. به نظر میرسه که این کار رو خواهد کرد، چون آن چیزی که توافق پاریس بوده خیلی چیز محدودیه برای آمریکا، یعنی 1.7 میلیارد دلار
برای کاهش حدود 25% از انتشار دی اکسید کربن در سال 2025 نسبت به سال 2005. حالا انتظار میره که تا توی همین ماه فوریه آینده آمریکا یک تعهدات سختگیرانه‌تر و جدی‌تری رو اعلام بکنه. اون نشون میده که به هر حال بقیه کشورها هم پشت سر آمریکا چقدر میتونن بیان به اصطلاح تعهدات تازه‌ای رو، چون الان همه میدونن که دیگه اون تعهدات 2015 پاسخگو نیست. و الان با چه شرایطی در مقابل هست دنیا، در چه شرایطی؟ اگه میفرمایید که اون چه که چند سال پیش توافق شده حالا مناسب نیست یا کافی نیست، چه چیزی امروز کافی است؟ ببینید، آن چیزی که توافق پاریس بوده این بوده که به میزان گرمایش جهانی رو روی به یک حد اکثر 1.5 درجه یا 2 درجه نسبت به قبل از انقلاب صنعتی نگه دارن. اول اینکه توی همین 5 سال ما متوجه شدیم گرمایش جهانی شدیدتر از آن چیزی است که به اصطلاح مبنای توافق پاریس بوده. این یه نکته مهمه. نکته دوم هم این است که اون توافقاتی که امضا شده هرگز به اصطلاح مهار تا 2 درجه منجر نمیشه، این تا 3.5 درجه حتی منجر میشه. اینا دو تا دستاورد به اصطلاح یا دو تا کشف این 5 سال اخیر هست. نکته بعد این هست که ما حتی الان مطمئن نیستیم که به طور کامل این توافقات قابل اجرا باشه. یعنی مجموعه توافقات رو که مثلا تعهداتی رو که کشورها دارن، حتی تعهداتی رو که خود کشور آمریکا داره، تقریبا ما می‌بینیم غیر قابل اجراست. یعنی حتی این نگرانی وجود داره که به 3.5 درجه هم بخواد رد بکنه. من فقط 0.5 درجه اختلاف رو بگم، یعنی چرا فکر می‌کنید اونها غیر قابل اجرا هستن؟ برای اینکه همین حالا چند حداقل 2 تریلیون دلار دولت جو بایدن گفته که سرمایه‌گذاری می‌کنه و اون رو سوبسید میده به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر. چرا فکر می‌کنید عملی نخواهد شد؟ خب شما این 2 تریلیون دلار رو 1.7 بوده، حالا گفتن مثلا اومدن یه ذره بیشتر کردن. همین رو اگه شما مقایسه کنید با سرمایه گذاری که همین الان توی آمریکا برای توسعه مصرف سوخت‌های فسیلی داره انجام میشه، یه چیزی حدود چند صد برابره. یعنی سرعت به اصطلاح رشد یا اون سرعت افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی کماکان بیشتر از سرعت سرمایه گذاری در سوخت‌های پاکه. به همین خاطر الان که ما داریم صحبت میکنیم انتشار دی اکسید کربن بیشتر از سال قبل، بیشتر از 5 سال قبل، بیشتر از 10 سال قبل و این روند ادامه داره. خیلی بعید اهدافی که برای 2025 و 2050 تعیین شده. یعنی ما اگه بخوایم روی 2 درجه نگه داریم تا 2030 باید 50% انتشار دی اکسید کربن کمتر بشه، تا 2050 کاملا صفر بشه. فکر کنید 2050 30 سال دیگه است. 30 سال دیگه هیچ ماشین بنزینی رو کره زمین حرکت نکنه، هیچ حساب نیروگاهی با سوخت فسیلی دیگه فعالیت نکنه. چنین چیزی تقریبا بعیده. ممنونم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس با. چند خبر کوتاه. جوزپ کونته نخست وزیر ایتالیا استعفا کرد. او امیدوار است رئیس جمهوری این فرصت را به او بدهد تا دولتی قوی تر تشکیل دهد. اگر او برای تشکیل دولت تازه موفق نشود، ممکن است رئیس جمهوری از چهره دیگری بخواهد که دولت تشکیل دهد. احتمال برگزاری انتخابات زودرس هم در این شرایط وجود دارد. نارضایتی از مدیریت بحران کرونا و مشکلات اقتصادی در نهایت باعث شد که هفته گذشته دولت آقای کونته اکثریتش را در سنا از دست بدهد. در آمریکا مجلس سنا برای آغاز محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آماده می شود. با استیضاح او در مجلس نمایندگان، حالا مجلس سنا باید تصمیم بگیرد که او تبرئه شود یا محکوم. این اقدام از جمله از این نظر بی سابقه است که دونالد ترامپ دیگر رئیس جمهوری آمریکا نیست. جو بایدن رئیس جمهوری جدید که کمتر از 1 هفته پیش کارش را شروع کرده، پیگیری این روند را ضروری دانسته، هرچند که گفته جمهوری خواهان سنا احتمالاً جلوی محکوم شدن آقای ترامپ را خواهند گرفت. در دهلی پایتخت هند صدها هزار کشاورز در اعتراض به تغییر قوانین کشاورزی به خیابان‌ها آمدند. آنها از مسیری که پلیس برای اعتراض تعیین کرده بود خارج شدند. پلیس با استفاده از گاز اشکاور و باتون با معترضان درگیر شده. در این درگیری یک کشاورز کشته شده، اما پلیس میگوید مرگ او بر اثر یک حادثه بوده. چند نفر از معترضان و نیروهای پلیس هم زخمی شدند.
ده ها هزار کشاورز حدود 2 ماه است که در اطراف دهلی کارزار اعتراضی برپا کردند. آنها معتقدند قوانین تازه به نفع خریداران بزرگ بخش خصوصی است. دولت اما معتقد است قانون تازه به نفع کشاورزان است. این اعتراض در روزی برگزار شده که نارندرا مودی نخست وزیر میزبان جشن‌های روز جمهوری و رژه سالانه این کشور است. شرکت اسپیس اکس این هفته 140 ماهواره رو با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این بیشترین تعداد ماهواره است که در یک پرتاب به فضا فرستاده شدند و به این ترتیب رکورد جدیدی در صنایع فضایی ثبت شده. اما چه کسی حرکت و مسیر ماهواره های فضایی رو رصد میکنه و آیا فضا بیش از اندازه شلوغ شده؟ 3 2 1 0 ignition and lift off. فضاپیمای اسپیس اکس با پرتاب این موشک از مرکز فضایی کیپ کانافرال در فلوریدا رکورد شکست. واقعا دیدنی است. اما آیا مسیر پیش رو برای ماهواره ها ابری تر خواهد شد؟ پرتاب 143 ماهواره تا پیش از این 1 سال زمان می برد و حالا این کار فقط در یک لحظه همزمان انجام شد. این ماهواره ها به مدارهای تقویت کننده باندهای پهن اینترنت وارد می شوند. این فناوری های فضایی اینترنت و ده ها ماهواره در حال تصویربرداری را به هم وصل می کنند. تصاویری مثل این از شرکت ماهواره پلنت که روزانه تصاویر سطح زمین را ثبت می کند. آنها کل زمین را برای یافتن تغییرات احتمالی بررسی می کنند و بسیاری از افراد از این تصاویر استفاده تجاری می کنند یا در کشاورزی برای فهم بازدهی محصولات، در جنگلداری برای پیدا کردن نقاطی که درختان در آنها قطع شده و همینطور برای خدمات بشردوستانه، مثلا برای کمک به امدادرسانی بعد از مواجهه با فجایعی مثل سیل، آتش سوزی، زمین لرزه و غیره. اما الان بیش از 3000 ماهواره در مدار حرکت می کنند. این موضوع نگرانی هایی را درباره محافظت از فضا به وجود آورده. همه این ماهواره ها با سرعت 18000 مایل در ساعت در جهات مختلفی حرکت می کنند. آنقدر فضا شلوغ شده که خطر جدی برخورد این ماهواره ها با هم وجود دارد. بنابراین ما با یک چالش واقعی مواجهیم، چرا که هیچ کس مسئول این نیست که به هر ماهواره بگوید کجا برود، برخلاف هواپیماها که یک سیستم کنترل ترافیک هوایی دارند. دلیلش این است که آخرین کتاب راهنمای ترافیک فضایی بیش از 50 سال پیش نوشته شده. اخیراً شرکت پرتاب ماهواره ویرجین اوربیت نشان داد که حالا می توان موشک‌های کوچک حامل ماهواره را از هواپیما هم پرتاب کرد. با کاهش اندازه و هزینه‌های ساخت سفینه‌های فضایی و افزایش تقاضا برای پرتاب موشک و بالا رفتن نیاز به پرتاب سفارشی ماهواره در زمان و ارتفاع مورد نظر، آیا جهان شاهد یک نوع اقتصاد فضایی نوظهور است که خطر ایجاد شلوغی در بعضی از ارتفاعات را در پی دارد؟ And Falcon 9 returns safely once again. That is the fifth. Mark Lobel, BBC News. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشیم.